اگر دوست دارید بیشتر درباره تقطیر خونگی و یا انواع مدل های تقطیر و یا اینکه چطور جداسازی تقطیر انجام میشه و همچنین انواع دستگاه های تقطیر بیشتر بدونید و بیشتر اطلاعات کسب کنید، حتما حتما تا آخر این ویدیو کلیپ همراه من باشید. درود و خیلی خوش اومدید به فراعلم و امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. امروز دوباره در خدمتتون هستم با یه ویدیو کلیپ آموزشی دیگه که قراره با هم دیگه درباره تقطیر که یکی از بخش‌های مهم ساخت مشروب خونگی سالم و با کیفیت هستش صحبت کنیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ کار اصلی خودمون، میخواستم مثل همیشه ازتون درخواست کنم که اگر تازه وارد هستید به کانال فراعلم و اولین بار هستش که ویدیو کلیپ های آموزشی کانال فراعلم رو میبینید، حتما و لطفا دکمه سابسکرایب زیر تصویر رو بزنید، به کانال فراعلم بپیوندید تا ما با حمایت شما بتونیم ویدیو کلیپ های بهتر و بیشتری درست کنیم. اما اگر از قبل عضو کانال فراعلم شدید که چه بهتر، لایک و کامنت فراموشتون نشه. با تشکر از همه شما عزیزان، خب حالا اگه اجازه بدید بریم سراغ کار اصلی خودمون که صحبت کردن درباره تقطیر سالم و با کیفیت هست. اما قبل از اینکه شروع به صحبت کنم، خواستم توی پرانتز بهتون بگم که ما کلن دو مدل تقطیر داریم. یک مدل رو بهش میگن پات استیل، یک مدل رو بهش میگن رفلاکس. مدل تقطیر پات استیل چی هستش؟ دقیقا میشه همین تقطیری که اکثرا توی خونه ها ما انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی یک دیگه تقطیر داریم یا بویلر به همراه کندانسور که تقطیر رو ما انجام میدیم. به این مدل میگن مدل پات استیل. اما یک مدل دیگه تقطیر هم هستش که بهش میگن رفلاکس، که حالا اگر تو فیلم ها دیده باشید به همراه برج تقطیر هستش و دستگاه دفلکماتور، که موضوع صحبت امروز ما اصلا هیچ ربطی به این مدل دوم یعنی رفلاکس نداره، چون اعتقاد دارم که تقطیر خونگی که داره داخل ایران انجام میشه بالای 95% همین سیستم پات استیل رو استفاده میکنن و خیلی افراد معدودی هستن که این دستگاه رفلاکس رو دارن و اگر همین دستگاه رفلاکس رو دارن 100% کارکرد باهاش رو بلدن. در صورت موضوع امروز ما تقطیر خونگی هستش که شامل همون مدل پات استیلی میشه که بهتون توضیح دادم. در وهله اول باید به این موضوع اشاره کنم که ما نمیتونیم فقط تمام کیفیت کارمون رو بیایم تو قسمت تقطیر ببریم بالا. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم فقط تقطیر رو درست انجام بدیم، با کیفیت انجام بدیم و توقع داشته باشیم که یک محصول با کیفیت داشته باشیم. ما حتما باید از روزی که کار تخمیر رو شروع میکنیم روند کار رو استاندارد و با کیفیت انجام بدیم و در نهایت با تقطیر بتونیم کیفیت محصول نهاییمون رو حفظ کنیم. یعنی چی؟ یعنی تخمیر و تقطیر درسته که دو مرحله جدا هستن، اما کاملا به همدیگه پیوند دارن و ما باید از روز اول کارمون رو استاندارد انجام بدیم که بعد در قسمت تقطیر بتونیم یه محصول با کیفیت سالم به دست بیاریم. حالا این اصولی که عرض می‌کنم خدمتتون تو قسمت تخمیر باید رعایت بشه چی هستش؟ مثل اینکه استفاده از مواد اولیه سالم، مثل استفاده از مخمر اورجینال و اصل، به خاطر اینکه اگر ما مخمر نامرغوب استفاده کنیم برای مرحله تخمیر، من بهتون قول میدم که محصولات جانبی بسیاری تولید بشه توی اون شراب خام اولیه‌مون و در نهایت کیفیت کارمون بیاد پایین. یکی دیگه از استانداردهایی که باید حتما در زمان تخمیر رعایت بشه، کنترل دما در طول زمان تخمیر هستش، به خاطر اینکه اگر نوسانات دمایی داشته باشیم در قسمت تخمیر، باز هم مخمر ما محصولات جانبی تولید میکنه توی اون شراب خام اولیه‌مون و 100% بهتون قول میدم که این محصولات جانبی دوباره در محصول نهاییمون و کیفیتش تاثیر منفی بذاره. یکی دیگه از نکاتی که باید در زمان تخمیر رعایت بشه این رعایت زمان تخمیر هستش. یعنی ما باید سعی کنیم هر چقدر زودتر تخمیرمون رو تموم کنیم و بعد از اتمام تخمیر هر چقدر سریعتر بیایم تو مرحله
تخدیر، به خاطر اینکه اگر اون شراب خاممون دیرتر از اون زمان خاص خودش تخمیرش به اتمام برسونه، حالا به هر دلیلی، و اینکه ما دیر اقدام به تخدیر بکنیم، قول میدم باز هم توی اون شراب خامتون محصولات جانبی تولید بشه که به درد نخور هستن و این محصولات دوباره میاد در کیفیت محصول نهاییتون تاثیر منفی میذاره. حالا این چند تا نکته ای بود که من الان به ذهنم رسید برای مرحله تخمیر که میخواستم بهتون گوشزد کنم که حتما این نکات رو رعایت کنید در قسمت تخمیر تا بتونیم در قسمت تخدیر با یک جداسازی خوب محصول با کیفیتی داشته باشیم. اما الان قبل از اینکه بریم سراغ آموزش جداسازی تخدیر، میخواستم درباره دستگاه‌های تخدیری که توی ایران هستش و بچه‌ها استفاده می‌کنن و کلیپ‌هاشو می‌فرستن توی این اینستاگرام فراعلم یه مقدار صحبت کنم و یه مقدار توضیح بدم بهتون که اگر هنوز دستگاه تخدیر تهیه نکردید چه مدل دستگاهی بگیرید که خوب باشه و بتونید یه محصول تخدیری سالم استفاده کنید. از جنس بویلر یا دیگمون شروع می‌کنم که باور کنید این بدون شیر آلومینیومی که توی بازار موجوده و کلیپ های تخدیری که بچه ها برام میفرستن بیشتر از این بدون آلومینیومی استفاده میکنم به عنوان بویلر یا همون دیگ، باور کنید به درد تخدیر نمیخوره. آلومینیوم یک فلز بسیار واکنش پذیری هستش و این باعث میشه که در طول زمان تخدیر در برخورد با الکل و اون گرمایی که ما در زمان تخدیر به این آلومینیوم میدیم هم تأثیر منفی بذاره روی طعم و بوی محصول نهاییمون. همین که آلومینیوم عامل اصلی فراموشی یا آلزایمر زودرس هستش و این آلومینیوم اگر وارد بدنمون بشه طی سالها 100% آلزایمر زودرس میاره. پس بنابراین اگر تا به حال دیگ تهیه نکردید و یا اینکه دیگ دارید که آلومینیومی هستش، سعی کنید این رو عوض کنید و از دیگ های استیل استفاده کنید و یا اگر شرایطش رو دارید و فکر میکنید که آدم مرتب منظمی هستید و میتونید از شیشه استفاده کنید، بهتون پیشنهاد دادم بالون پیرکس تهیه کنید، چون استیل تقریبا یک فلزی هستش که هیچ واکنشی نداره نسبت به الکل و همینطور شیشه هم که اصلا کلن واکنشی نداره. یعنی اگر بخوام به ترتیب بگم که چه دیگ هایی تهیه کنید با چه جنس هایی، یک دیگ استیل، دو دیگ پیرکس. در مورد جنس کندانسور هم اینطوری میتونم بهتون توضیح بدم که بهتره که از کندانسورهای استیل استفاده کنید یا شیشه. میگم که اگر آدم مرتب منظمی هستید که شیشه بهترین هستش که توی بازار هم بسیار زیاد هستش، انواع و مدل های مختلف کندانسور پیرکس یا شیشه، و یا اینکه از استیل استفاده کنید، باز هم بهتون میگم به خاطر اینکه واکنش پذیر نیستش استیل. و کندانسور مسی پیشنهاد نمیدم بهتون به خاطر اینکه مس گفتم بهتون واکنش پذیر هستش و بعد از هر تخدیر حتما باید تمیز بشه، قبل از هر تخدیر حتما باید تمیز بشه با آب جوش و اسید سیتریک یا حالا سرکه، کاملا رسوب زدایی بشه، کاملا سولفات زدایی بشه تا بشه باش کار کرد. و به این دلیل که اون کندانسور، اون لوله کندانسور دسترسی به داخلش سخت هستش و نمیشه فرچه بهش زد، به نظر من کندانسور مسی رو بذارید کنار و رو بیارید به کندانسورهای شیشه‌ای و استیل تا محصول نهاییتون کیفیت لازم رو داشته باشه. حالا شاید یه سوال واسه تون پیش بیاد که حالا که ما داریم از دیگ استیل یا شیشه‌ای و یا کندانسور استیل یا شیشه‌ای استفاده میکنیم و هیچ مسی در مسیر بخار تخدیر ما قرار نداره، 100% محصول نهایی ما بوی به قول معروف تخم مرغ گندیده میگیره به خاطر وجود اون گوگرد و یا مشتقات گوگردی که داخل بخار تخدیر ما وجود داره. بهتون پیشنهاد میدم از مش مس استفاده کنید توی این مسیر بخار. اگر نگاه کنید، حالا درباره قطعه ویگرو هم الان در جلوتر واسهتون توضیح میدم، نگاه کنید این گوشه تصویر، من خودم یه مش مسی خیلی کوچیک و کمی و کار گذاشتم توی ویگرو، پایین ویگروم، و همون مقدار کفایت میکنه برای اینکه اون بوی بد گوگرد از بین بره و تو محصول نهاییتون اون بو و طعم گوگرد وجود نداشته باشه. پس در نتیجه اینطوری میتونم بهتون بگم که وجود مس در تخدیر الزامی هستش، اما این مس حتما باید تمیز باشه قبل از استفاده. اگر این گوشه تصویرم میبینید حتما باید با
اسید، حالا فرق نمی کنه، میتونید از سرکه استفاده کنید، میتونید از جوهر لیمو استفاده کنید. که ببینید من الان 5 گرم جوهر لیمو رو ریختم توی 1 لیتر آب و این میشه مثل هم گذاشتم 1 روب داخلش بود. الان نگاه کنید تفاوتش رو ببینید، قبل از سولفات زدایی ببینید سیاه سیاهه و بعدش ببینید کاملا داره برق میزنه، یعنی مسی که میخواید توی تقطیر استفاده کنید حتما همیشه باید تمیز و برق بزنه تا نتیجه کارتون مناسب باشه و محصول نهاییتون با کیفیت و سالم در بیاد. خب حالا توی این مرحله میخوام درباره دو تا قطعه ای که خیلی توی ایران فراگیر شده و دیدم که بچه ها استفاده میکنن برای تقطیر، ویگرو و ریجنت باتل، هم یه توضیح کوتاهی بدم. همینطور که میبینید من هم این دو تا قطعه رو برام از ایران ارسال کردن و هر دو رو استفاده کردم. اما اینو میتونم بهتون بگم که با اینکه ویگرو رو من اومدم نصب کردم روی دیگم و اون کار رفلاکس رو داره برام انجام میده، ولی همچنان این سیستمی که ما توی خونه داریم استفاده میکنیم از نظر من زیرمجموعه پاتستیل هستش، یعنی همون بویلر و کندانسور محسوب میشه. شاید با اضافه کردن این قطعه ویگرو ما یک مقدار رفلاکس ایجاد کنیم در این مسیر تقطیرمون، اما نمیتونیم بگیم که این سیستمی که الان ویگرو داره جزء اون سیستم رفلاکس و برج تقطیر و یا اون تقطیر جزء به جزء قرار میگیره. پس ما همچنان توی خونه یک سیستم تقطیر پاتستیل داریم با اضافه کردن ویگرو، که پیشنهاد بهتون میکنم که حتما این ویگرو رو اضافه کنید به سیستم تقطیرتون. به چه علت؟ به این دلیل که شما با اضافه کردن ویگرو و چون اون دماسنجی که توی ویگرو کار می‌ذارید میتونید کنترل دما رو در طول تقطیر کامل داشته باشید و اینکه چون یک مقدار رفلاکس انجام میشه توی ویگرو، حالا شاید ندونید رفلاکس یعنی چی، به این منظور که شما اگه نگاه کنید زمانی که از ویگرو استفاده می‌کنید این ویگرو شروع می‌کنه به عرق کردن، یعنی بخار عرق ما میاد بالا توی ویگرو به خاطر اینکه اون ویگرو بلند هستش، سرد میشه، دوباره عرق میکنه، برمیگرده توی اون دیگه اون. و این رفلاکس چی کار میکنه؟ باعث این میشه که مولکولهای سنگین ما مثل چی؟ مثل اتانول که ما دنبالش هستیم توی اون ویگرو هی برگرده به دیگه مون و نره داخل کندانسور و به مایع تبدیل نشه. و بنابراین اول مولکول های سبک ما مثل چی؟ مثل آستون و مثل متانول از ویگروی ما سریعتر فرار میکنن، چون درجه بخارشون کمتره، سریعتر خارج میشن، وارد کندانسور میشن و ما میتونیم اول کار خیلی ساده اون جداسازی رو انجام بدیم و راحت تر متانول و آستون رو جدا کنیم از تقطیرمون تا در نهایت یه محصول با کیفیت و سالمی داشته باشیم. پس پیشنهاد میدم بهتون که حتما این ویگرو رو استفاده کنید، خیلی کمک میکنه برای خالص سازی محصولتون و جدا سازی ساده تر. اما یه نکته ای میتونم درباره ویگرو بهتون بگم، هم به شما عزیزانی که استفاده میکنید از این قطعه بگم، هم به سازنده های این قطعه، به خاطر اینکه دو تا مشکل عمده داخل این ویگرو وجود داره. اولین مشکل این مدل ویگرو که من دارم این هستش که جای دماسنج خیلی پایین قرار داره، در صورتی که باید جای دماسنج اون بالای ویگرو قرار بگیره، به خاطر اینکه ما باید بدونیم اون بخاری که داره از ویگرو فرار میکنه و میره بیرون چه درجه حرارتی داره، نه اون به قول معروف بخاری که پایین ویگرو قرار داره، چون الان این دماسنج پایین هستش و داره درجه حرارت بخاری که اون پایین ویگرو هست رو نشون میده و این یک مشکل بزرگی هستش. البته کار ما رو توی خونه راه میندازه، ولی میخواستم این موضوع رو به کسانی که این قطعه رو درست میکنم بگم که سعی کنید که این جای دماسنج رو بالای ویگرو جا بذارید تا دقت کنترل حرارت در زمان استفاده از این قطعه بالاتر بره. و مشکل بعدی که میتونم بهتون بگم که این ویگرو داره اون دریچه ورودی ویگرو هستش که بسیار کوچیک هستش. فکر کنم این ویگرویی که من دارم دریچه ورودیش 10 میلیمتر هستش که بسیار کوچیک هستش، به خاطر اینکه زمانی که داره اون رفلاکس توی اون ویگرو انجام میشه، یعنی چی؟ یعنی زمانی که اون بخار از پایین داره وارد ویگرو میشه و از بالا مایع میشه برمیگرده پایین، توی اون
قسمتی که ویگرو روی دیگ نصب شده جا خیلی کم هستش و این جابجایی بخار و مایع به سختی انجام میشه و این بخار و مایع با هم دیگه قاطی میشه و اون رفلاکس نتیجه 100% بهمون نمیده. پس برام بهتره که اون دریچه یا اون دهنه ورودی ویگرو ما حداقل 25 میل بشه تا اون نتیجه لازم رو از اون رفلاکس بگیریم ما. نکته بعدی که درباره این ویگرو میتونم بهتون بگم این استش که درسته الان من دیگم 8 لیتره و یک ویگروی تقریبا 20 سانتی روش کار گذاشتم، ولی باز هم به نظر من این ویگرو کوچیک هستش برای این دیگ من. منظورم این هستش که شما اگر دیگتون بزرگتر هست، یعنی یه دیگه 100 لیتری دارید، یه ویگرو 20 سانتی روش نصب نکنید. حتما ویگروهای بلندتر بگیرید، چون هرچی طول این ویگرو بلندتر باشه نتیجه نهاییتون بهتر میشه. اینطوری میتونم بهتون بگم هر چقدر ارتفاع دستگاه تقطیرتون بیشتر باشه نتیجه نهایی، یعنی جداسازی نهایی و خلوص نهایی محصولتون بهتر و ساده تر انجام میشه و 100% کیفیت و سلامت محصول نهاییتون بیشتر هستش. پس بنابراین ویگرویی که میخواید بگیرید نسبت به اندازه و سایز دیگتون حتما باید متفاوت باشه و ویگروهای بزرگتر استفاده کنید. حالا میرسیم به قطعه دومی که من اینجا دارم، ریجنت باتل و از ایران برام ارسال شده و من همه جوره این قطعه رو توی مدار تقدیرم قرار دادم و همینطور همه جوره تستش کردم، ولی واقعیت اینو میتونم بهتون بگم که این قطعه واقعا کار اضافه هستش و اصلا ازش استفاده نکنید به چند دلیل. دلیل اولش این هستش که این اندازه و سایز ریجنت باتل باید هماهنگ باشه با اون سایز دیگی که دارید، یعنی هر چقدر دیگتون بزرگتر باشه خب اون ریجنت باتل میتونه بزرگتر باشه، و یا اینکه سایز دیگتون کوچیکتر میشه اون ریجنت باتل باید کوچیکتر باشه، که این کار و این اندازه‌گیری و هماهنگ کردن سایز دیگ با ریجنت باتل واقعا کار من و شما نیستش و یک مهندس شیمی باید این کار رو انجام بده. پس بنابراین من ترجیح میدم که این ریجنت باتل رو حذف کنم، چون زمانی که اون ریجنت باتل نسبت به دیگتون بزرگتر باشه 100% اون کارایی ویگرو رو از مدار خارج میکنه، یعنی کاملا اون ویگروتون دیگه هیچ کاره میشه. به این علت که ما باید بیشتر حرارت بدیم به دیگمون تا این بخارمون از ریجنت باتل بتونه فرار کنه، به این علت اون ویگرو کلا از مدار خارج میشه و کارایشو از دست میده. و ایراد بعدی که میتونم به ریجنت باتل بگیرم این هستش که برای اینکه این ریجنت باتل بتونه گرم بشه تا اون بخار تقطیرمون ازش خارج بشه نیاز به انرژی داره و این باعث میشه که ما انرژی بیشتری در زمان گرم کردن اون دیگه تقطیرمون مصرف کنیم و همین مصرف انرژی ما رو در زمان تقطیر بالا میبره و یکی از فاکتورهای مهم ما در زمان تقطیر خونگی این هستش که کمترین انرژی رو مصرف کنیم و این ریجنت باتل نسبت به کارهایی که داره واقعا انرژی که میبره زیاد هستش. در صورت پیشنهاد من به شما این هستش که ریجنت باتل رو از مدار تقطیرتون حذف کنید، واقعا به هیچ دردی نمیخوره، فقط از یک ویگرو استفاده کنید و یک کندانسور. و قطعه بعدی که توی مدار من میبینید هستش کندانسور شیشه‌ای هستش که دارید میبینید. حالا پیشنهاد بهتون دادم هم میتونید استیل استفاده کنید هم کندانسور شیشه‌ای، اما به این زاویه قرار گرفتن کندانسور شیشه‌ای من توجه کنید. شما زمانی که ویگرو رو نصب می‌کنید روی دیگتون ارتفاع رو حالا هر چقدر که ببرید بالا بهتر، یعنی هر چقدر طول ویگروتون بیشتر باشه که عالی، اما بعد از ویگرو شما باید با این کندانسورتون اگه نگاه کنید یه سرسره من درست کردم، یعنی یک سرسره درست کنید که اون بخاری که از ویگرو خارج میشه خیلی راحت بتونه سر بخوره بیاد داخل کندانسورتون و تبدیل به مایع بشه و خارج بشه از کندانسورتون. خب تا اینجای کار ما با روش‌های تقطیر و قطعاتی که قراره توی مدار تقطیرمون استفاده کنیم آشنا شدیم. حالا میرسیم به زمانی که میخواییم تقطیر رو انجام بدیم. در زمان تقطیر کنترل دما مهمترین نقش رو بازی میکنه و ما حتما و حتما باید کنترل دما رو داشته باشیم و با سرعت و قدرت مناسبی تقطیر رو انجام بدیم تا بتونیم جداسازی قسمت‌های مختلف تقطیر رو بسیار دقیق و مناسب انجام بدیم. الان میاد من قسمت‌های مختلف تقطیر رو براتون نام میبرم و جداسازی شد طبق
اون درجه حرارتی که اون دماسنج ویگرو بهمون نشون میده بهتون عرض میکنم. اما شما باید یک نکته رو توجه کنید، این هستش که اعداد و درجه حرارتی هایی که الان من اعلام میکنم برای قسمت های مختلف تخدیرم نسبت به مکانی هستش که من زندگی میکنم. من توی یک شهری زندگی میکنم که در کنار آبهای آزاد قرار داره و آب در این مکانی که من زندگی میکنم در 100 درجه به جوش میاد. اما کسی که توی تهران داره تخدیر رو انجام میده باید این ارتفاع شهر رو در نظر بگیره. تهران با ارتفاع حدود 1300 متر نسبت به دریا آب توی 96 درجه به جوش میاد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اعدادی که من الان اینجا اعلام میکنم تلورانس داره نسبت به کسی که داره در تهران این تخدیر رو انجام میده. در صورت اینطوری میتونم بهتون بگم تخدیر ما به 4 جزء اصلی تقسیم میشه: فرشات، هد، قلب تخدیر و دم تخدیر، که هر کدوم از این قسمت های تخدیر در زمان و در یک درجه حرارت معینی از کندانسور ما خارج میشن. مثلا فرشات از 81 درجه سانتیگراد شروع میشه خارج شدن از کندانسورمون و تا 86 درجه سانتیگراد طول میکشه. اما یه فرمولی رو بهتون میگم که حداقل شما باید نسبت به حجم شراب خامی که میریزید داخل دیگتون حداقل باید این مقدار فرشات رو جدا کنید. یعنی چی؟ یعنی اگر شراب خام شما 5% الکل داشت نسبت به هر 1 لیتر باید 10 میلی گرم از سر تخدیرتون که از 81 درجه سانتیگراد شروع میشه رو جدا کنید و به عنوان فرشات بگیرید و بریزید. اگر 10% الکل داشت حداقل 15 میلی لیتر نسبت به 1 لیتر حجم شراب خامتون باید جدا کنید و بریزید دور. و اگر 15% الکل داشت اون شراب خامتون حتما باید به ازای هر 1 لیتر اون شراب خامتون 20 میلی لیتر سر تخدیرتون رو جدا کنید و بریزید دور. اما معمولا ما تخدیری که توی خونه انجام میدیم شراب خامون بین 10-15% الکل داره. من پیشنهاد میدم به شما که بدون در نظر گرفتن درصد شراب خامتون شما به ازای هر 1 لیتر از شراب خامتون 15 میلی لیتر رو جدا کنید و بریزید دور. مثلا الان من شراب خامی که تخدیر کردم 6 لیتر بود و 13% الکل داشتش. من از 81 درجه سانتیگراد تا 86 درجه سانتیگرادی که اون دماسنج روی ویگرون بهم نشون میداد فرشاتم رو جدا کردم، حداقل هر لیتر 15 میلی لیتر که اگر نگاه کنید تقریبا شده 90 میلی لیتر که به عنوان فرشات جدا کردم، که این فرشات مملو از استون ها، متانول و استالئید هستش که بسیار مضر هستش برای بدن و حتما باید جدا بشه و دور ریخته بشه و به هیچ دردی نمیخوره. بعد از فرشات هد یا سر تخدیر ما از 86 درجه سانتیگراد شروع میکنه خارج شدن از کندانسورمون، که ما برای مشخص کردن حجم و میزان اندازه های هد، قلب و دم تخدیرمون از قبل باید حجم اینها رو مشخص کنیم. یعنی ما بغیر از این که باید روی درجه حرارت کنترل داشته باشیم باید حجم و میزان و اندازه این قسمت های تخدیر هم بدونیم. حالا این حجم های مختلف قسمت تخدیر رو ما چطور مشخص میکنیم؟ یه دونه اپلیکیشن بهتون معرفی میکنم به اسم الکو کلکولیتور که الان بهتون نشون میدم که چطور از این برنامه استفاده کنید برای مشخص کردن میزان و حجم قسمت های مختلف تخدیرتون. روی گزینه سوم شما کلیک کنید میبینید که یه جدول براتون باز شده. تو قسمت اولش میزان و حجم شراب خامتون رو بنویسید. مثلا من 6 لیتر شراب خام داشتم، اینجا الان مینویسم. توی قسمت دوم درصد الکل شراب خامتون رو مینویسید که برای من 13% بود. و توی قسمت سوم باید درصد اون قلب کارتون رو بنویسید. یعنی چی؟ ببینید من خروجی تخدیرم از 80% شروع میشه و
بخوام تا انتها، یعنی تا 20% ادامه بدم، وسط کارم تقریبا میشه 60%، یعنی قلب کار من میشه 60%. پس بنابراین من تو این گزینه سومم 60% رو مینویسم. حالا شما اگر دستگاه تقدیرتون خروجیش مثلا از 90% شروع میشه، 100%، خب به قلب کارتون درصدش بالاتر میره، مثلا باید اینجا بزنید 65. یا اگر از مثلا خروجی کارتون از 60% شروع میشه، 100% قلب کارتون درصدش میاد پایین تر، مثلا باید اینو بزنید 50. ولی برای من قلب کارم یا میانه کارم 60 هستش و اینجا 60 رو مینویسم. دیگه کاری به دوتا گزینه پایین نداریم و دکمه کلکولیت رو فشار میدیم. اگر اینجا نگاه کنید، برای این حجم از شراب خامی که من ریختم داخل دیگه هم، تو قسمت اول اگه نگاه کنید، هدم رو زده تقریبا 78,000 لیتر که میشه 78 میلی لیتر. برای قلبم زده 0.975 که تقریبا میشه قلبم 1 لیتر. و برای تیل و یا دوم تقطیرم هم زده 0.117 که تقریبا میشه 120 میلی لیتر. حالا من برای اینکه روز شکدار نگیرم، قلبمو 900 میلی لیترش میکنم، یعنی 1 لیتر نمیگیرم، اما به جاش هد تقطیرم رو 100 میلی لیتر جدا میکنم و دوم تقطیرم رو هم 120 میلی لیتر جدا میکنم که مطمئن باشم که قلب تقطیرم کاملا سالم و سلامت هستش. پس بنابر این الان حجم و میزان و اندازه های قسمت های مختلف تقطیرمون رو به کمک این اپلیکیشن متوجه شده. و همینطور که اگه اینجا نگاه کنید، من از درجه حرارت 86 الی 89 درجه این 100 میل هدم رو جدا کردم که این هد رو مثل فرشات قرار نیست بریزیم دور. درسته که این هد هم داخلش متانول داره کمی و همینطور داخلش اتیل استات داره، اما داخلش اتانول هم داره. پس اینو یک جا سیو میکنیم، میذاریمش کنار و مرحله بعدی از 89 درجه سانتیگراد شروع میکنیم به جدا کردن 900 میلی لیتر قلب کارمون که از 89 درجه الی 95 درجه برای من طول کشید تا این قلب کارم جدا بشه. این قلب کارم بیشترین میزان و اندازه اتانول رو داره و قسمت سالم و با کیفیت تقطیرمون هستش. یه نکته رو تو پرانتز بهتون بگم که اگر نگاه کنید خروجی کار من رو ببینید، قطره 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 داره میاد. یعنی چی؟ یعنی انقدر دما رو کنترل کردم و با صبر و حوصله این کار تقطیر رو انجام دادم تا بتونم جداسازی رو به نحو احسن انجام بدم. خواهش میکنم که اگر حوصله ندارید یا وقت ندارید، کار تقطیر رو انجام ندید، چون باید این کار تقطیر با طمأنینه و حوصله انجام بشه و خروجیتون باید قطره قطره جمع بشه، نه اینکه یه هوی با سرعت بالا خارج بشه. چون وقتی سرعت کارتون زیاد بشه، مطمئن باشید که تمام خروجی های تقطیرتون به قراقاتی میاد بیرون، یعنی نمیتونید این جداسازی رو مناسب انجام بدید. و بعد از جدا کردن این 900 میلی لیترم قلب تقطیرم، از 95 درجه سانتیگراد تا 99 درجه سانتیگراد هم اگر نگاه کنید، دوم تقطیرم رو جدا کردم که اگر نگاه کنید این دوم تقطیر من اگر بذاریمش کنار هد و قلب تقطیرم، میبینید که کاملا کدر هستش و این به خاطر وجود روغن فیوزل داخل این قسمت از تقطیر هستش که این هم برای بدن مضر هستش. اما باز همین دوم تقطیر رو ما نمیریزیم دور و کنار هد تقطیر نگهش میداریم و با دور بعدی که میخواییم تقطیر رو انجام بدیم، این هد و این دوم رو میریزیم داخل دیگه اون و دوباره تقطیر رو انجام میدیم و همین روند و مراحل جداسازی رو دوباره تکرار میکنیم. اینطوری من بهتون قول میدم که شما این قلب کارتون کاملا سالم و با کیفیت هستش و آماده نوشیدن هستش. حالا شاید یک سری از دوستان سوال کنن که اوکی، در حجم کم یا کسی که مثل من حالا مثلا ماهی 1 لیتر 2 لیتر میخواد عرق بکشه، این حوصله گذاشتن و وقت گذاشتن برای تقطیر جواب میده و این جداسازی اوکی هسته؟ چون ما اولویتمون توی خونه تولید یک مشروب با کیفیت و سالم هستش و مهم نیست برامون که چقدر زمان میگیره انجام
تقدیر. اما شاید یه سری دوستان این سوال واسه شون پیش بیاد که ما که تو حجم بالا تقدیر میکنیم و خیلی تقدیر زیاد انجام میدیم نمیرسیم، یعنی زمان بر هستش این کار واسه اون و نمیتونیم انقدر حوصله و زمان بذاریم براشون. به این دوستان میتونم پیشنهاد بدم که اگر نمیخواید جداسازی رو انجام بدید ولی میخواید در نهایت یک محصول با کیفیت و سالم داشته باشید، حتما محصولتون رو اصطلاحا دو آتیشه کنید، یعنی دو بار تقدیرش کنید و هر دو بار فرشاد که توضیح دادم بهتون میزان اندازش رو و دوم تقدیرتون رو جدا کنید ازش و دور بریزید، که من قبلا درباره دو آتیشه کردن یک کلیپ کامل درست کردم و توضیح دادم دربارش، لینکش رو کنار تصویر براتون قرار میدم، حتما اون کلیپ رو نگاه کنید. یعنی چی؟ یعنی اگر این جداسازی چهار قسمت رو انجام نمیدید و حوصله‌اش رو ندارید و وقتش رو ندارید، حتما محصولتون رو دو آتیشه کنید و فرشاد و دوم رو هر دو بار جدا کنید و بریزید دور و بهتون قول میدم که مطمئن باشید اون محصول هم کیفیت لازم رو داره اما به این قلب کار نمیرسه و این قلبی که ما با این روش جدا کردیم مطمئن باشید کیفیت بالاتری داره. حالا در صورت این قلب کار ما اگر نگاه کنید 60% الکل داره و سوال شاید براتون پیش بیاد که خب الان ما چجوری اینو رقیق کنیم، چون 60% الکل خیلی بالا هستش و ما نمیتونیم مستقیما این رو بنوشیم. توی پرانتز یه توضیح بدم که این قلب کار عالی هسته، چون درصدش بالا هستش، مناسبه برای درست کردن راکی و ابسنت یا همینو اصلا مستقیم آموزش کنید، تبدیلش کنید به ویسکی. بعد از اینکه حالا تبدیل شد به ویسکی میتونید رقیقش کنید، الان بهتون میگم چطور رقیقش کنید، که درصدش رو بیارید حالا رو 40-45 که بتونید نوش جان کنید، یعنی مناسب هست برای درست کردن انواع مشروب. اما اگر همینطوری میخواید خام و لایت مصرفش کنید، باید از آب مناسب، سبک، کلور نخورده و بدون طعم استفاده کنید برای رقیق سازی این الکلی که به دست آوردید. یعنی میتونید از آب چشمه، آب قنات استفاده کنید و یا اینکه آب‌های معدنی که حالا توی مغازه‌ها می‌فروشن و یا آب‌های چهار بار تقطیری که توی بازار موجوده. تمام این آب‌ها جواب میده برای رقیق سازی. مهم اینه که کلور نخورده باشه، سبک باشه و مزه خاصی نداشته باشه تا خدای نکره محصول نهاییتون رو کیفیتش رو پایین بیاره. و برای رقیق کردنش هم دو راه وجود داره، یا اینکه الکل سنج رو میندازید داخل این محصولتون و شروع میکنید کم کم آب رو بهش اضافه میکنید تا الکل سنجتون اون درجه عدد که دنبالش هستید رو بهتون نشون میده. راه دومش چیه؟ از همین اپلیکیشنی که بهتون معرفی کردم استفاده کنید برای به دست آوردن میزان آبی که میخواید به این محصول اضافه کنید، چون کسایی که تو حجم بالا میخوان حالا این رقیق سازی رو انجام بدن شاید سخت باشه واسه شون که کم کم میخوان آب رو بریزن. الان بهتون میگم که چطور از این اپلیکیشن استفاده کنید برای رقیق سازی. خب دوباره اپلیکیشن الکو کلکولیتور رو باز کنید، بعد برید توی گزینه واتر دایلیشن. دایلیشن به همون معنی رقیق سازی هستش دیگه، میشه رقیق سازی به وسیله آب. جدول اول ما اگه نگاه کنید نوشته پروداکت والیوم که میشه همون حجم محصولی که داریم، که برای من بودهش 900 سیسی، من اینجا مینویسم 0.9. بعد تو قسمت دوم درصد محصولمو میزنم که 60% بود و توی جدول سوم درصدی که میخوام بهش برسم که من حالا میخوام به 40 برسم میزنم 40 و حالا شما هر درصدی که دوست دارید میتونید 45 هم بزنید، هر چقدر که دوست دارید، و کلکولیت رو فشار میدم. بعد از اینکه کلکولیت رو فشار میدید یک پیغام میاد براتون که میگه میخواید درجه حرارت هم در نظر بگیرم یا نه. اگه میخواید خیلی دقیق کار کنید میتونید یس رو بزنید و درجه حرارت رو وارد کنید، ولی خب خیلی مهم نیست برای من اونقدر دقیق بودن درصد الکلم. 9 رو میزنم و اینجا اگه نگاه کنید میزان آبی که قرار هستش من قاطی کنم با این محصولم تا بشه 40% رو نوشته. این عدد آبی که 0.462 هستش که تقریبا میشه 460 سی سی یا میلی لیتر باید به این محصولم اضافه کنم تا درصدش بیاد روی 40 و مجموع کل محصول 40% هم اگه نگاه کنید نوشته که میشه
1 لیتر و 350 سی‌سی. اما در آخر کلیپ پیشنهادی که میتونم بهتون بگم برای اینکه کیفیت محصول نهاییتون افزایش پیدا کنه، میتونید بهش به ازای هر 1 لیتر 5 میلی گرم گلیسرین مرغوب مدل خوراکی اضافه کنید، که من قبلا درباره عملکرد گلیسرین خوراکی یک کلیپ کامل درست کردم، لینکشو کنار تصویر براتون قرار میدم، حتما اون کلیپ رو هم ببینید. البته این یک پیشنهاد هستش برای افزایش کیفیت، میتونید اصلا استفاده نکنید، همین قلب کار رو بذارید حداقل 1 ماه استراحت کنه، بعد آماده نوشیدن هستش. در کل این بود کل روند جداسازی تقطیر و به دست آوردن محصول نهایی با کیفیت و سالم، و حتما بهتون پیشنهاد میکنم که این جداسازی رو جدی بگیرید، حتما انجامش بدید. شاید شما 5 ساله که اصلا جداسازی انجام نمیدید و هرچی که از تقطیرتون به دست میاد رو میل میکنید و به قول خیلی بچه ها ما هیچیمون نشده، ولی من بهتون قول میدم که در طول زمان، یعنی چندین سال، اگر این جداسازی رو انجام ندید و محصول تقطیرتون رو کامل بنوشیدش، حتما بعد از گذشت چند سال روی بدنتون تاثیر منفی میذاره و ممکنه کبد، کلیه و یا هر قسمت دیگه از بدنتون رو از بین ببره. پس بنابراین این جداسازی رو جدی بگیرید اگر برای سلامت بدن خودتون ارزش قائل هستید. امیدوارم که این ویدیو کلیپ هم به دردتون خورده باشه و بتونید ازش استفاده کنید. تا یه ویدیو کلیپ دیگه، فعلا روز روزگار